مهاجرات شب عملیات ولفجر 8 شروع شد. نام عملیات ولفجر 8، محل عملیات منطقه فار. روزات غوازی که از خودمو رفتن با لشکر نصر ادغام میشن، یعنی با هم میرن توی گردان و گردان خچکرم شما هستی. 15 نفر غواز قرار بود بعد از اینکه خط شکسته شد مستقر بشن لب آب و راهنمای نیروهای بعدی باشن. سه نوع رمز بود که ما این سه نوع رمز رو باید چکام کردیم انجام. اونها خالتی کار خودش از دست داد. این فکر به ذهن شهید خرازی اومد که بیاد از صدای سوت شخصی به نام سید علی موسوی استفاده کنه. ایشون رو صدا زدن و گفتن شما مأموریتت اینه که فقط با صدای سوتت قایقا رو به سمت خودت راهنمایی کن که در اون تاریکی شب گم نشن و ما کمترین تلفات داشته باشیم. و اینجا ما تا از ساعتی 10 شب تا حدود 12 شب به صورتی شد شد بلبلی می‌زدم. السلام علیکم. خسته نبودی؟ خسته نباشید. خب ما خسته نشکرد. خدا خودش خدا خیرتون بده. خوب دورتون خیر. من شد بلبلی می‌زدم. به همشه تا صبح از نمی‌زنم. از اون به بعد بود که ما شدیم سید بلبلی معروف لشکر امام حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. سید علی موسوی اعظم حضرت. اسم معروفی هم دارید تو بین بچه‌ها؟ اسمش سید بلبلی. ولی خلاص روحی همین ما بچه‌ها. بله. هر دو خلاص قرار بچه‌ها همین که خلاص شوت بزنیم. عملیات کربلای 4 به یه مرحله رسیده بود. خب خیلی ما مجروح داده بودیم، من خودم مجروح شده بودم و ما را انتقال دادن به یه آشونه هواپیما. وقتی من وارد این سوله شدم دیدم بین این همه آه و ناله مجروحی یه صدای لطیف سود بلبلی میاد. متوجه شدم سید زنده است و اینجا است. به پرستارا گفتم منو ببرین به سمت این سود. رفتیم و دیدیم بله آقا سید اونجا خودش غرق در خونه، ولی داره همچنان با صدای سود بلبلی خودش به بچه‌ها روحیه میده، به مجروحین روحیه. حالا همه کتک ها ما از قافله این شهدا که حالا هر سری که با یک کدومشون رفیق میشدیم حالا ما را جا گذاشتن. حالا به حق این شهدا و حق این اولیاء الله هایی که بوده ما را هم عاقبت به خیر کنه، ما را شد دست ما را بگیرم. از رفیقاش جانمونه، از رفیقاش جانمونه. الهی هیچ مسافری از رفیقاش جانمونه، از رفیقاش جانمونه. تو هم دعا کن شهبه مخنگ آقا به خیلی و شهید بشیم. زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. و مگر نه آن که گردنها را باریک آفریدند تا در مقتل کربلای عشق آسان تر بریده شدند. زیاد چه دنیا نمونه.